سلام، به کانال زن روز خوش آمدین. لطفاً قبل از هر چیز ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدین تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر بشین. امروز میخوام در مورد خانم شهره آقداشلو، بازیگر ایرانی آمریکایی، براتون صحبت کنم. پس با ما همراه باشید. شهره آقداشلو با نام شهره وزیری تبار، متولد 21 اردیبهشت 1331، بازیگر ایرانی آمریکایی است. او برای بازی در فیلم خانه ای از شنومه در سال 2003 میلادی نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. او برای به تصویر کشیدن ساجد تلفاح در مجموعه تلویزیونی خانه صدام در سال 2008 موفق به دریافت جایزه امی پرایم تایم در رشته بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. شهره آقداشلو فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه لندن می باشد که از تئاتر تهران فعالیت خود را آغاز کرد، تا اینکه در سال 1357 به انگلستان رفت و بازیگری را ادامه داد. شهره آقداشلو در خیابان جامی تهران با 3 برادر و 1 خواهر در خانواده بسته بزرگ شد. پدرش انوشیروان وزیری تبار و مادرش خانم افتخار قطب مادی نام داشت. بازیگری را از سال 1349 وقتی که 18 ساله بود با حضور در کارگاه آموزش بازیگری به نام نمایش شروع کرد، اما با مخالفت سخت پدرش مواجه شد. این مخالفت تا جایی پیش رفت که پدرش به او گفت اگر تمایل به ادامه مسیری هنری داری باید روی نام خانوادگیت خط بکشی. شهره در همین رفت آمده بین هنرمندان با آیدین آقداشلو، نقاش و نویسنده، آشنا شد و در سال 1351 در 20 سالگی با وی ازدواج کرد. با حمایت همسرش فرصت بیشتری برای بازیگری پیدا کرد و با اعمال نفوذ وی توانست در چند فیلم کانون پرورش فکری کودکان تجربه بازی جلوی دوربین را به دست آورد. به خاطر فشار پدرش در نهایت مجبور شد نام خانوادگی همسرش را انتخاب کند. بعد از دیده شدن در تئاتر در سال 1356 در 25 سالگی توسط مرحوم عباس کیارستمی برای بازی در فیلم گزارش دعوت شد و جلوی دوربین رفت. او سپس در فیلم سوت دلان اثر علی حاتمی ایفای نقش کرد. شهره آقداشلو در اوایل بهمن 1357 زمانی که شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر سر کار بود از طریق مسیر زمینی با همسرش به ترکیه رفت. آنها سپس از طریق مسیر هوایی به لندن مهاجرت کردند، اما 2 سال بعد در سال 1359 همسرش ساز برگشت به ایران را زد و شهره که حاضر به برگشت ای به ایران نبود مجبور شد از همسرش جدا شود تا مسیر خود را ادامه دهد. بعد از طلاق او که هنوز امکان بازیگری نداشت برای گذران زندگی چندین سال در یک فروشگاه لباس زنانه مشغول کار شد و برای تحصیل راهی دانشگاه شد، تا اینکه چند سال بعد برای دید و بازدید دوستانش به آمریکا دعوت شد و در مدت 3 ماه حضور در آمریکا در سال 1366 با هوشنگ توزیع از بازیگران ساکن لس آنجلس آشنا شد و در مدت کمی با یکدیگر ازدواج کردند و به این صورت شد که تابعیت دائم آمریکا را گرفت و سپس صاحب فرزند دختری به نام تارا شدند و هنوز هم این زندگی جریان دارد. صدای خانم آقداشلو یک صدای نیرومند و قوی است و بنا به بانک اطلاعاتی فیلم‌ها مشخصه و علامت تجاری اوست. ایشان به عنوان گوینده در فیلم مستند و دوبلور و دکلمه خان فعالیت‌هایی داشته است. وی قبل از انقلاب چندین بار برای اجرای نمایش به دربار دعوت شد و با محمد رضا شاه و فرح دیبا در کاخ نیاوران دیدار کرد. شخصیت شاه را در میان جوانان آن زمان مردمی نمی داند و سبب این بیگانگی را تحصیلات شاه در سوئیس و نه در دارالفنون ایران می داند. وی پس از نامزدی جایزه اسکار اقدام به نوشتن زندگی نامه و خاطرات خود کرد که در سال 2013 به زبان انگلیسی با عنوان کوچه عشق و یاسمن‌های زرد در آمریکا منتشر شد. در سال 2000 میلادی آقداشلو برای نخستین بار پس از مدت‌ها دوری از سینما در فیلم سینمایی راز بهشت بر پرده سینمای آمریکا رفت. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی بامشاد کوشان نخستین فیلم سینمایی ایرانی به زبان انگلیسی بود که در سینماهای کشور آمریکا نمایش همگانی شد و فیلم راز بهشت به جشنواره‌های بین‌المللی پرشماری دعوت شد.
از جمله جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره که در آن عنوان یکی از 10 فیلم برگزیده و دعوت شده از آمریکا در کنار پسرها گریه نمی‌کنند و محصور اثر برناردو برتولوچی رقابت کرد. در سال 2003 آقداشلو نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم خانه ای از شنومه شد. افزون بر آن 4 جایزه منتخب انجمن منتقدان لس آنجلس، نیویورک، سینسیناتی و آنلاین را از آن خود کرد. او در فیلم خانه ای از شنومه در کنار بازیگران معروفی چون بن کینگزلی و جنیفر کانلی نقش آفرینی کرد. او در این فیلم نقش نادی زن ایرانی و افسرده ای را بازی کرد که به اتفاق همسرش سرهنگ مهاجر ایرانی با بازی بن کینگزلی در شمال کالیفرنیا زندگی می کنند و بر سر تصاحب خانه با صاحب خانه قبلی با بازی جنیفر کانلی درگیر می شوند. وی همچنین در سال 2009 میلادی برای بازی نقش مکمل زن در سریال خانه صدام موفق به دریافت جایزه امی شد. او در این مجموعه در کنار ایگال ناور، بازیگر اسرائیلی در نقش همسر صدام حسین به ایفای نقش پرداخت. خانم آقداشلو در مورد خوانندگان ایرانی میگویند: من عاشق صدای خدا بیامرز جهان، آقای معین، ابی و محبوب رین شاعره زمانه خودم و فروغ فرخزاد هستم. او همچنین در مورد اسکار نوید محمدزاده گفته است: من بازی بسیاری از بازیگرها را که در فیلم می‌بینم فکر می‌کنم خدایا این بازیگر اگر اینجا بود تا به حال توانسته بود 2 اسکار بگیرد. آقای نوید محمدزاده در فیلم ابد و یک روز که من 3 بار این فیلم را دیدم، پرفورمنس و بازی ایشان واقعا نقص ندارد و یکی از زیباترین بازی‌هایی است که من تا به حال در عمرم دیدم. او همچنین در مورد تاثیر ویروس کرونا در دنیا گفته است: گاهی احساس می‌کنم ویروس کرونا و خانه نشینی ما درس عبرتی بود برای همه آنهایی که قدر همبستگی با هم بودن در آغوش کشیدن و از همه مهمتر قدر نفس کشیدن در هوای آزاد را ندانستند. ایشان در مورد ادامه کار خود می‌گوید: من و همسرم مشغول نوشتن هستیم. هوشنگ نمایشنامه جدیدش را می‌نویسد و من روی قسمت دوم خاطراتم کار می‌کنم. با آرزوی سلامتی و شادی برای خانم شهره آقداشلو.